برای خوشی نیومدم. جزای سلاحدار مرگ بود، جانش را بخشیدی، دم نزدم. ولی با وجود تمام اقداماتش چه معنایی دارد که داماد اعلام شده؟ تو چگونه اجازه میدهی او با آتیک ازدواج کند؟ من اینطور مناسب دانستم. مناسب این بودی مسئله را ختم میکردی. معاذالله چنان زخمی سرباز میکند که نمیتوانیم مرهمش باشیم. نه تنها برای آتیکه، مجبور هستی به فکر سعادت گوهر خاتون نیز باشی. فکر کردم والدم، نگران نباشید، چون هر دو خواهران من هستند، سعادتشان برای من مهم است. نگهبان، کماندار بیاید. بیا کماندار. سرورم، سلطانم. میخواستم حرفای من را تو نیز بشنوی. والدم، تدارکات را شروع کنید. تصمیم گرفتم گوهر خاتون با کماندار ازدواج کنم. سلطانم، مبارک باشد کماندار، داماد ما می‌شوی. من خبر نداشتم سلطانم، همزمان با شما شنیدم. از روی عناد چنین میکند. میخواستم با آباز مهمت پاشا ازدواج کند، میخواست خلافش باشد. دیگر پسرم را نمیشناسم، مشخص نیست کی چه کاری انجام میدهد و این خیلی خطرناک است. سلطانم، بگو. استر خاتون را پیدا نمی کنیم. به نظر من او را کشتند و گوشه انداختند. پس جنازه‌اش را بیاور. بعد از این تو از استر خبری نداشتی، دیگر به دیدار من نیا. آرام باش خاتون، به تو چه گفتم؟ تا جای خزانه کشم سلطان را نگویی، نه آب هست و نه قضا. اکنون حرف بزن. من نمیدانم، هیچ چیز نمیدانم، نمیدانم.
به تو گفتم کشم سلطان به جز خلیل پاشا به هیچ کس اعتماد ندارد، به جز او هیچ کس جایش را نمیداند. با این حساب تو هیچ ارزشی نداری. اینجا آرام آرام خواهی مرد. صبر کنید. یک جایی را می شناسم. لکن وقتی بگویم مرا می کشی چگونه به تو اعتماد کنم؟ مگر چاره دیگری داری استر؟ تنها راه نجات تو همین است. اگر جای خزانه را بگویی تو را آزاد میکنم. می توانی به جایی که می خواهی بروی، البته به شرط ترک کردن پایتخت. مادر، چرا انقدر ناراحت هستی؟ ناراحت نیستم. به گمانم کسالت دارم. خب اگر کسی خواست تو را برنجاند به من بگو. باشد شیر مردم. سلیم، نوه شیر مردم، معلمت منتظر توست. زمان تعلیم است. چه شده واردم؟ باز هم برای دلداری دادن به من آمده اید. بنشین. سخنانم مهم است، گوش کن. سرور من میخواهد تو با کماندار ازدواج کنی. من با هیچ کس ازدواج نمی کنم. اجازه ندهید. مانع خوشبختی من و سلاحدار شدید. حداقل این کار را بکنید. فکر می کنی صحبت نکردم؟ مگر برادرت حرف گوش می دهد؟ تصمیمش قطعی است. تدارکات را آغاز خواهیم کرد. نمیدانم، شاید صلاح در این است. همیشه صلاح باید در تصمیمات شما باشد. تنهایم بگذارید. گوهر خود لطفا بروید. داخل شو. خیر باشد کماندار. مسئله چیست؟ از نزد سرورمان می آیم سلاحدار آقا. دربارم حکمی صادر کردند. این حکم به تو نیز ارتباط دارد. چطور؟ چه حکمی است؟ من با گوهر خاتون سلطان ازدواج خواهم کرد. تقاص گناه تو را من نیز باید پس بدهم. چنان خطایی مرتکب شده ای سلاحدار که همراه با خودت افراد دیگری را نیز عذاب می دهی. همه ما را شریک بدبختی خودت کردی.
به جایی که گفتی رفتیم خاتون. خزانه که هیچ، حتی یک سنگ سیاه هم در آنجا نبود. به ما دروغ گفتی؟ خیر، قسم میخورم خودم تمام سکه ها رو در آنجا گذاشته بودم. حتما کشم سلطان احتیاط کرده و جای خزانه ها رو تغییر داده. بسیار، سرش را ببرید. نه، صبر کنید سینان پاشا، به ایستی تر کاری بخواهی انجام میدهم. خواهش میکنم مرا نکش سینان پاشا، مرا نکش. راز مهمی از کشم سلطان میدانه. این راز چیست؟ بگو. اجازه میدهی بروم؟ قسم میخورم به کشم سلطان کلامی نمیگویم. دیگر هیچ کس حتی روی مرا نخواهد. اگر رازی که میخواهی بگویی مفید فایده باشد، چرا که نه؟ کشم سلطان بیمار است. بیماری پنهان از همه به نام مرض قند دارد. پس بیمار است. عالی است. خواهش میکنم. فوراً برو. تا نظرم تغییر نکرده برو خاتون. محبت به علما، محبت به کتاب خداست. دشمنی نیز دشمنی با قرآن کریم است. از علمای منصوب شده که یک گوشه نشسته و برای ریاکاری به زنان و کودکان کمک کرده و خود را عزیز می کنند سخن نمی گویم. عزیز شدن در چشم مردم با ریاکاری ممکن نیست. هر کسی که عزت و بزرگی می خواهد باید بداند عزت و بزرگی برای خداوند متعال است. هر کس از علما تا طالب نباشد نمی تواند مطلوب شود. تا شکار نباشی شکارچی نمی شوی. تا فقیر نباشی نمی توانی غنی باشی. تا بنده نباشی نمی توانی سلطان باشی. و اینها سرمایه سعادت ابدی است و راه رسیدن به حق است. برخلاف این کلن بدبختی است. خوش آمدید ای پادشاه من، صفا آوردید. نظرت درباره اعدام جناب عالیزاده معلوم است. با وجود فتوای شیخ الاسلام جناب یحیی نظرت عوض نشده و شرطی گذاشته ای. گفته ای این کار اشتباه بوده است. کامل عارض نشده پادشاه من. اشتباه نیست، این علناً ظلم است. قبول نکردم. گفتم نمیتوانم شریک این ظلم باشم. جناب عبدالمجید، آیا تو از من نمیترسی؟
خب بدانید پادشاه، برای دوستان خداوند هیچ ترسی نیست، آنها از چیزی نمی ترسند. تو از جانت سیر شده ای. او را به زندان ببرید، سرش را بزنید. جناب سیباسی، جناب سیباسی، به خاطر خدا کمک کن، دخترم دارد می میرد، کمکم کن. آرام باش دخترم. دخترت چه شده؟ گاهی اینطور حالش بد می شود، نمی تواند نفس بکشد، از این حال نمی تواند رهایی یابد، وقتی به هوش می آید نمی تواند کاری انجام بدهد، حرفایی که گفته می شود اصلا متوجه نمی شود. آمدم به محضر شما، به خاطر خدا برای او دعایی کنی. آیا اجازه دارم پادشاهم؟ هرچه از خانقاه سیواسی خواسته شود نباید رد شود. بسم الله الرحمن الرحیم. فاتحه. دخترم عزیزم، خدایا تو رو شکر میگویم، یا ربم خدایا تو رو شکر میگویم، بخشش کردی جناب سیواسی. خدا از شما راضی باشم، تا آخر عمرم برای شما دعا میخوانم. برای من نه دخترم، برای خداوند دعا بخوان. خدا از شما راضی باشه، خدا از شما راضی باشه. خوش آمدی سینان پاشا. سلطانم، انشاءالله که سلامت هستی. خدا رو شکر سلامت هستم. تو چه کردی؟ استر را به حرف آوردی؟ جای خزانه را گفت، لکن وقتی رفتیم چیزی در آنجا نبود، به سکه ها دست نیافتیم. پس کوشم خیلی زود دست به کار شده. همینطور است سلطانم، اما مسئله را فهمیدم که از سکه ها با ارزشتر است. گوشم سلطان رازی دارد که از همگان مخفی کرده، گویا بیمار است، میگویند بیماری قند دارد. پس گوشم مرض قند دارد، این بیماری را میشناسم. برای اینکه علیهش از آن استفاده نشود مخفی کرده، لکن دیگر خیلی دیر است. خوب شد سینان پاشا، با کمک تو ضعف بزرگی از کوشم را فهمیدیم. بر سر استر چه آمده؟ به عنوان هدیه از شما او را به قصر فرستادم. من در نظر داشتم که تو داماد خاندانمان شوی، ولی سرورمان تصمیم دیگری اتخاذ کردند. شنیدم سلطانم، گوهر خاتون سلطانمان با کماندار مصطفی ازدواج میکنند. وسیله خیر باشند.
سلطانم. این چیست؟ داخلش چیست؟ چه کسی فرستادی؟ خدا رحمتش کند. متاسفم، خیلی بد شد. کار چه کسی میتواند باشد پاشا؟ نمیدانم پاشا، شاید همان شب که گلبهار سلطان زندانی شد استر خاتون هم کشته شد. کار فرقه یسوعیون است. شاید هم کسی است که مبارزه گلبهار سلطان را ادامه میدهد. پایتان را اینطور بگذارید، دستتان را همین گونه بگیرید. آری، خیلی برازنده شد سلطان زاده. کماندار آقا. سلطانم، چرا به دیدن پسر من آمده اید؟ والد سلطان من این گونه خواستند. نیز والدم فرستادن، پیداست میخواستن دیدار داشته باشیم. سلیم را ببر، میایم. سلطانم، احساس شما را نسبت به سلاحدار آقا میدانم. من نیز از تصمیم ازدواج تعجب کردم. باور کنید من نیز نمیدانم چرا سرورمان این گونه تصمیم گرفتند. برای سرورمان سعادت من نیز هرگز مهم نبوده. در برابر اراده سرورمان گردن همه ما از مو باریک‌تر است. ای کاش ممکن بود و همه آنطور که آرزو داشتیم زندگی می کردیم سلطانم. با اجازه شما. با نیازی نیست. به درد هایم کمکی نکرد، غم و غصه هایم را کم نکرد. به تو گفته بودم در این قصر خوشبختی یک رویاست. مرا حبس کردند. برای کسی اهمیت ندارم. خواهش میکنم خودتان را ناراحت نکنید، باردار هستید. ماهاست فرزندانم را ندیدم. حتما دلتنگم شدند. شایدم کلا فراموشم کردند. کم مانده،
صبر کنید. به سلامتی فرزندتان را در آغوش میگیرید، همه چیز درست میشود، حال میبینید. انشالله اینطور که میگویی باشد ناری، لکن تصمیم سرورمان را که شنیدی، درباره عاقبتم بعد از وضع هم تصمیم میگیرد. اگر مرا بکشد چه؟ اگر نبخشد چه؟ خدایا تو کمک کن. مصطفی؟ حسنم، رشید شده، کم مانده بود تو را نشناسم، اما چشمانت آنها اصلا عوض نشدند. سالها گذشته از زمانی که مرا به سربازان عثمانی تسلیم کردی دیداری نداشتی، اکنون چه باعث شده که به اینجا بیایی؟ به خاطر تو آمدم پسرم. وقتی شنیدم ازدواج میکنی بسیار خوشحال شدم، میخواستم در خوشبختیت کنارت باشم. هنوز داغ مادرم تازه بود که مرا از خود راندی، نخواستی در کنارت باشم. بی مادری بس نبود، یتیم هم ماندم. بارها برایت نامه نوشتم، حتی یک بار هم جواب ندادم. مرده یا زنده بودنم ذره‌ای برایت اهمیت نداشت. حال آمده ای و برایم از خوشبختی صحبت میکنی. راستش این بود مصطفی، کسی که به گذشته نگاه کند آینده را نمیبیند. من تنها خواستم زندگی بهتری داشته باشی. اگر کار بدی کردم، پسر وزیرگانزادی بوسنیایی داماد پادشاه جهانیان شده. سلطانم، مرا خواسته بودید. برای ازدواج آماده ای؟ عالی است. میخواستم اول با تو صحبت کنم. به شما گوش میدهم سلطانم. وضعیت گوهر خاتون مشخص است، غم بزرگی دارد. میدانم که این ازدواج خلاف میل توست، ولی هرچه باشد ازدواج میکنید و بر یک بستر سر میگذارید. وقتی چنین شود قصه دیگر هیچ معنی ندارد. بهتر از شرایط را بپذیرید. بیشترین تعهد بر عهده توست، تو باید به او تسلی ببخشی و به مرور زمان انشالله خوشبخت خواهید شد. همانطور که گفتید سلطانم، امروز
عقدمان جاری می شود. حتی اگر من خوشبخت نباشم، برای خوشبختی سلطانمان هر کاری بتوانم انجام می دهم. لکن من هر چقدر هم تلاش کنم، فکر نمی کنم فایده‌ای داشته باشد، زیرا در قلب سلطانمان شخص دیگری هست. دقیقاً مانند من. سرورم، با اجازه از شما میخواهم پدرم جناب وزیرگانزاده سینان را به شما معرفی کنم. به خاطر مراسم ازدواج از بوسنی آمدم. سرورم، قسمت شد تا پیش از مرگ خاک پاییتان را سرمه چشم کنم. خوش آمدید جناب وزیرگانزاده. با داماد کردن پسرم در خانواده خود به ما بالاترین افتخارها را بخشیدید. مصطفی برای من با ارزش است. نه تنها سلاح دارم، بلکه یار و یاور من است. سرورم، از وزیر اعظمتان تابان یاسین مهمت پاشا مژده‌ای دارم. آنها توانستند در نبرد تن به تن لشکریان ازبکان را مغلوب کنند. قلعه ایوان و اطرافش دوباره برای سرزمین عثمانی است. آلیست ازبکان ترسیده و گریختند، به پایتختشان رفتند. با یاری خداوند آنجا را هم میگیرم. تا وقتی من آنجا هستم باید تنها پا به فرار بگذارم. شکست خوردن در این جنگ با این هزینه خوب نیست. باید اشغال قلعه وان برای سلطان مراد شکست بزرگی می شود. اگر از نامه‌نگاری میان پایتخت و وزیر اعظم خبر داشتیم، قطعاً می توانستیم به پیروزی برسیم. نامه ها محرمانه بوده، من نیز خبری نداشتم. این که بار اول نیست، مدت ها منتظر خبری از شما بودیم. آیا از همکاری با ما صرف نظر کرده ای؟ توافق ما با شاه دیار ازبک باقی است، لکن سلطان مراد نمی گذارد کسی نزدیکش باشد. اصلا ممکن نیست بفهمیم چه فکری و چه تصمیمی دارد. آن مسئله را ما حل کردیم. وقتی از جانب شما اطلاعاتی نرسید، ما نیز از جانب خود دست به کار شدیم. در قلب عثمانی یک جاسوس ازبک جای گرفته است. چه کسی؟ شدی؟ هنوز خیر، لکن به زودی. اعتماد سلطان مراد و کشم سلطان را به دست آوردم. بعد از این کارمان دیگر آسان است. موسیقی
بیا. از من پرسیده بودی چه کنم؟ میخواهی مانند تو تا آخر عمر تنها بمانم؟ درست است، من سالهاست تنها هستم. وقتی مرحوم پدرت سلطان احمد فوت شد، هنوز در بهار جوانیم بودم. نیمی از قلبم روحم در دستان من جان داد. مرگ نه تنها او را، جوانی، شادی، زنانگی و همه چیزم را با خود برد. تنها کسی که دوست داشتم احمدم را از دست دادم. فکر می کردم با زمان داغش آرام می شود، ولی نشد. همیشه راه نفسم را برید. پیش از مرگ، مرگ را تجربه کردم و فهمیدم که عشق مرگ است. می دانستی تنها یک روز عزاداری کردم، زیرا وقتش را نداشتم. به خاطر فرزندانم قلبم را کندم و دور انداختم. در درونم گریه کردم، به کسی چیزی نگفتم، سکوت کردم. تو نیز باید سکوت کنی. به خاطر فرزندت باید با هر چیزی که به سرت آمد مانند یک سلطان برخورد کنی. من به اندازه شما قوی نیستم سلطانم. باید باشی، تو دختر من هستی. دیگر حاضر شو، میخواهم تو را در مراسم ببینم.